بیشک با نام قاره آتلانتیس آشنایی داریم. در ویدیو نگاهی کوتاهی داریم به قاره آتلانتیس. من امید هستم و شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکرده اید، بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید. آتلانتیس اولین بار توسط افلاطون، فیلسوف مشهور یونانی دوران باستان، معرفی شد. به گفته افلاطون در اقیانوس آرام قاره‌ای وجود داشته است به نام آتلانتیس و این اقیانوس نام خودش را نیز از این قاره گرفته است. به نوشته افلاطون مردم این قاره علم بالا و تمدن بزرگی داشتند و می‌توانسته جاذبه را کنترل کنند یا اینکه شرایط جوی مصنوعی درست کنند. آنها مانند تمدن مصر و مایه‌ها دارای معبدهای هرمی شکل نیز بوده اند. بعد از اینکه این قاره به زیر آب می رود، عده‌ای به آفریقا و عده‌ای نیز به قاره آمریکا می روند و تمدن‌های مصر و مایا را نیز به وجود می آورند. به این خاطر بناهای مایاها و مصری‌ها نیز شباهت بسیار زیادی به همدیگر دارند. افلاطون نیز می نویسد که آتلانتیس یک امپراتوری بسیار قدرتمند بود و سلسله آن نیز تا ایتالیا و مصر می رسید. در طی جنگی که با یونانیان باستان رخ داد، آتلانتیس در یک روز بسیار مخوف با زمین لرزه ها و فوران های آتش فشان و سیل در حدود سال 360 پیش از میلاد مسیح ویران شد. محققان طی چندین سال گذشته از ابزارها و تکنولوژی های متعددی از قبیل رادارهای عمق، نقشه برداری های دیجیتال و تکنیک های اکتشافات در زیر آب برای کشف این شهر استفاده کردند. اما چندی پیش خبرگزاری‌های مختلف نیز اعلام کردند که کارشناسان علوم دریایی شهری را کشف کرده‌اند که 50,000 سال پیش در منطقه مثلث برمودا غرق شده است. بر اساس این گزارش، بولین زالیسکی، مهندس علوم و فنون دریایی و چند دانشمند دیگر مجموعه بزرگی از اهرام‌های سنگی دفن شده در زیر آب‌های نزدیک منطقه مثلث برمودا کشف کرده‌اند. زالیسکی درباره این کشف جدید گفت نمونه‌های گرفته شده توسط ربات‌های دریایی بیانگر آن است که این بناها 200,000 سال پیش ساخته شده اند و به تدریج به طور کامل از حدود 50,000 سال پیش نیز زیر آب رفته اند. وی با اشاره به وجود بسیاری از فرضیه‌ها درباره اصل این اهرام‌ها خاطر نشار کرد که برخی مورخان و تاریخ‌شناسان عقیده دارند که این اکتشافات همان قاره مفقود شده آتلانتیس است. بررسی و مقایسه نشانه هایی که از مهاجران آتلانتیس پس از خراب شدن شهر به جا مانده، میزان اطمینان محققان را از اینکه مکان یافته شده می تواند همان آتلانتیس باشد را افزایش داد. در این قاره ناپدید شده که شناسایی شد، آثار عجیبی از نوع تمدن شهری پیشرفته و صاحب شعور مدنی به دست آمده. آنان وجود این بقایا و حوادث مثلث برمودا را به هم مرتبط دانسته و در پی کشف ارتباط این دو می باشند. یکی از کشفیات به دست آمده مجسمه ای است که شباهت بسیار زیادی به هواپیمای امروزی دارد. البته بعضی ها آن را مجسمه نوعی پروانه می دانند، ولی جالب اینجاست که در این مجسمه حتی کابین خلبان هم دیده می شود. و جالبتر آنکه جنس تمام مجسمه از طلا و جنس کابین خلبان از شیشه است. نکته قابل توجه این که با آزمایشات کربن 14 بر روی این مجسمه قدمت آن به هزاران سال قبل از کشف شیشه و دوران فلسکاری میرسد. در این مورد نظرات گوناگونی ارائه گردیده که همگی در دست بررسی میباشند. یک نظریه این مجسمه را مربوط به موجودات فضایی می‌داند و نظریه دیگر آن را به تمدن از بین رفته قبل از ما می‌داند. در مورد نظریه اخیر باید بگویم که تصور ارائه دهندگان آن بر این است که قبل از شکل گرفتن دنیا و بشر امروزی نسل دیگری از بشر وجود داشتند که در اواخر دوران حیات خود به پیشرفتی خارق‌العاده رسیده بودند. تا آنجا که در مکانی در مرکز تمدن خود هرمی از انرژی داشتند که نیروی محرکه تمام فعالیت‌های آنان بوده است. این نظریه پردازان
معتقدند که این هرم هنوز در اعماق اقیانوس اطلس وجود دارد و باعث رخ دادن پدیده‌های عجیب و غریب در منطقه مثلث برمودا می شود. نگفته نماند که تمامی حوادث اتفاق افتاده در این منطقه با فرض اینکه از یک سرچشمه مغناطیسی نشأت می‌گیرند قابل توجیه است. ناپدید شدن هواپیماها، کشتیها و دیگر اشیا، حتی انسانها، همه با این فرضیه جور در می‌آیند.